روش‌هایی برای شکنجه و بازجویی وجود دارد که گرچه در اعترافگیری موفق عمل کردند، اما اکثر آنها مخالف قوانین کنوانسیون ژنو هستند و نباید اجرا شوند. در این ویدیو از کانال یوتیوب زنیکس تیوی 11 مورد از این روش‌ها را برایتان معرفی خواهیم کرد. قبل از شروع به این نکته اشاره می کنیم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شده اید، کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید. انفرادی. انفرادی یعنی فرد را کاملا تنها بگذارند و هیچ محرک انسانی دیگری در اختیار او قرار ندهند. وقتی فرد مدت مشخصی در این حالت بماند، حس اضطراب عمیقی به او دست می دهد. در یکی از اسناد کوبارک قید شده، چیزی در مورد مدت زمان لازم برای آنکه سوژه از اضطراب و تمایل به محرک حسی و همراه انسانی به قبول انفعال و تنهایی برسد، مشخص نیست. در این سند توصیه شده که بازجو باید بداند که آیا سوژه قبلاً زندانی شده یا خیر، تا بتواند بهتر مدت زمان انفرادی را برای سوژه معین کند و بهترین نتیجه را بگیرد. محرومیت از خواب. رایج‌ترین روش بازجویی محرومیت از خواب است که زندانی را به مدت چند روز متوالی بیدار نگه می‌دارند. وقتی بالاخره زندانی اجازه خواب می‌یابد، او را بیدار می‌کنند و از او بازجویی می‌کنند. این روش که منجر به توهم در زندانی می شود، به مدت طولانی تر از 24 ساعت می تواند به حالتی از جنون موقت بیانجامد. محرومیت حسی. در تحقیقی در مورد این نوع محرومیت، 17 سوژه داوطلب که برای این تحقیق به آنها پول داده شد، در مخزنی قرار داده شدند و همه محرک های حسی آنها را قطع کردند. سوژه ها می توانستند از طریق سوراخ هایی که روی بدنه مخزن بود نفس بکشند. محدودیت زمانی برای ماندن در این مخزن 36 ساعت بود. فقط 6 نفر از سوژه ها توانستند کل این مدت را تحمل کنند. 4 نفر از 11 نفری که این آزمایش را ترک کردند از اضطراب و ترس شکایت داشتند. تأثیر اصلی محدودیت انفرادی این است که سوژه از بیشتر حواس مانند بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی و همچنین لامسه که به همه اینها عادت کرده است، محروم می شود. می گویند چند ساعت قرار گرفتن در چنین محیطی برابر با هفته ها یا ماه ها زندانی بودن در سلول عادی است. شرایط استرسا. این شرایط شامل قرار دادن زندانی در وضعیت ایستاده به مدت چندین ساعت است. از هیچ قید و بند یا دستگاه خارجی دیگری استفاده نمی شود. به گفته یکی از ماموران اطلاعاتی ارتش آمریکا که از این رویه ها خبر داشت، سربازان انواع سخت تری از این تکنیک های استرس‌زا را تجربه می کردند. از شرایط استرس‌زا معمولاً در ارتش آمریکا استفاده می شود. سربازان اغلب در دوره‌های آموزشی در چنین شرایطی قرار داده می‌شوند. بمباران حسی. این شامل بمباران با صداهای بلند یا موسیقی با تاباندن نور شدید و روشن به سمت سوژه می‌شود. این روش‌ها برای اورلود حواس زندانی به کار می‌روند که موجب تداخل در خواب، قوه شناسایی و تمرکز فرد می‌شود. یکی از زندانیان عراقی تجربه خود را از این نوع تکنیک بازجویی اینطور توصیف می کند. به مدت 7.5 روز در حالت زانو زده روی زمین با چشمهای بسته قرار گرفته بودم و دستهایم محکم با نوار پلاستیکی بسته شده بود. در این حال نور شدیدی درست جلوی نوار روی چشمانم گذاشته بودند و موسیقی نابهنجاری پخش می شد. برهنگی اجباری. این روش رایج ترین روش مورد استفاده نیروهای آمریکایی در عراق به هنگام بازجویی از زندانیان بود. در این روش زندانی را جلوی زندانیان دیگر برهنه می کردند و مجبورش می کردند که به مدتی طولانی در این وضعیت بماند. این روش برای افرادی که دزدی یا غارت می کنند هم به کار می رود، زیرا تأثیری که بر زندانی می گذارد منجر به خجالت و شرم زیادی می شود. تحقیر جنسی. این شیوه شکل‌های مختلفی دارد و باورها و دیدگاه‌های زندانی را نشانه می‌رود.
برای مثال فردی را که باورهای مذهبیش هم جنس بازی را محکوم می کنند، مجبور می کنند تا با زندانی دیگری چنین کاری انجام دهد. تحقیر فرهنگی. تحقیر فرهنگی شامل هر عملی که برخلاف دیدگاه‌های مذهبی و فرهنگی فرد باشد می شود. برای مثال، زندانی را مجبور می کنند چیزی را بخورد که در دین او حرام محسوب می شود، یا او را مجبور می کنند شاهد یا فاعل اعمالی باشد که در دین او کفرآمیز محسوب می شود. این می تواند شامل خشونت لفظی هم باشد که به فرد حس خجالت و انزجار می دهد و اراده زندانی را می شکند. سرمای شدید. این روش محبوب دولت چین در برابر زندانیان سیاسی و مذهبی است. در بسیاری از موارد زندانی را در آب سرد فرو می برند و در هوای آزاد یا سلول سرد می گذارند تا منجمد شود. بعضی از آنها را مجبور می کنند در هوای برفی با لباس نازک بایستد یا بدود. هزاران زندانی کف سلول های سرد زندان از سرمای زمستان مرده اند. برای آنکه تحمل سرما را سخت تر کنند، پنجره سلول را شبها باز می گذارند. بسیاری از زندانیان مجروح یا در حال مرگ در چنین شرایطی قرار داده شدند. گاهی نیز از گرمای شدید استفاده می کنند. در این تکنیک، زندانی را در اتاقک داغ و کوچکی قرار می دهند که به خاطر عدم تهویه شبیه به فر می شود. فوبیاها. فوبیا به ترس‌های بیمارگونه اطلاق می‌شود و می‌تواند موجب ترس و هراس فراوانی در افراد شود. به همین دلیل مثلا سوژه‌ای که از عنکبوت می‌ترسد را مجبور می‌کنند در سلولی پر از عنکبوت بماند. وقتی به حالت شدیدی از اضطراب و ترس رسید از او بازجویی می‌کنند. گاهی تهدید به ایجاد درد خیلی بیشتر از حس درد به انسان آسیب می‌رساند. همین اصل برای ترس ها نیز صادق است. غرق کردن در آب. این روش شامل ساکن کردن فرد و ریختن آب روی صورت او برای شبیه سازی حس غرق شدن است. این روش برای کسب اطلاعات، اعتراف گیری و مجازات یا ارعاب به کار می رود. این روش سوژه را تهدید به مرگ می کند در حالی که هیچ آسیب فیزیکی دائمی به او وارد نمی شود. جولیا لیتون، ژورنالیست، این روش را اینطور توصیف می کند. این روش شامل بستن فرد به یک تخته شیبدار می شود و پاهای فرد را از زمین جدا کرده و سرش را پایین می آورند. بازجویان دستها و پاهای فرد را محکم می بندند تا نتواند حرکت کند و صورتش را می پوشانند. در بعضی موارد دهان و بینی فرد را با دستمالی می‌بندند و گاهی صورتش را با سلفون می‌پوشانند. بازجو دائما روی صورت سوژه آب می‌ریزد. ممکن است لزوماً آب وارد دهان و بینی فرد نشود، ولی چیزی که فرد تجربه می‌کند حالت غرق شدن و مردن است که تجربه روانی مداوم مرگ است. مغز سوژه باور می کند که در حال غرق شدن است و هر بار که رویش آب می ریزند واکنش او طوری است که گویا دارد خفه می شود. مأمورین CIA که داوطلب آزمایشی این تکنیک می شوند به طور متوسط حدود 14 ثانیه در این روش طاقت می آورند. این نکات تنها در بازجویی استفاده نمی شود بلکه برای مکالمه دو طرفه هم قابل بکارگیری است. کانال یوتیوب زنیکس تیوی رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید.